بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های نهایت عزیز تلویزیون طلوع و برنامه پیام رمضان است. ما امروز باز هم خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم. امید که از صحت و سلامتی برخوردار باشید در هر جایی که زندگی میکنید و دعا میکنیم تا این دم دعا طاعت و عباداتی را که انجام دادیم خداوند مورد درگاه خود قرار بده و هم دیگر را از دعاها فراموش نباید بکنیم، چون لحظاتی را که ما قرار داریم لحظات پذیرش دعا هست. همیشه یادآوری میکنم، امیدوار هستم که ما را هم به خصوص در دعاهایتان شامل بسازید. امروز باز هم ما با یکی از برنامه های و پیام های دیگری از رمضان آمدیم و جناب استاد نقیب الله حمید، استاد دانشگاه، مهمان برنامه ما هستند و انشالله در ارتباط به موضوع شب قدر و یا ای که شب قدر را چگونه باید ما سپری بکنیم صحبت ها را به همراهشان می داشته باشیم. جناب استاد به برنامه خوش آمدین. سلامت بخیر باشین، آرام باشین. و من با استفاده از این فرصت سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران شما و همه بینندگان عزیز. سلامت باشین، زنده باشین. یکی از چیزهایی که ما در این ماه ما اضافه کردیم نسبت به سالهای گذشته همی است که سوال یکی از کسایی که ما را میبینن میفرستن بر ما، او سوال میگیریم و در برنامه میگنجانیم، که از جمله یکی از بیننده های ما فرستادن که شب قدر را چگونه باید ما سپری بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین. ما شما در لحظات اخیر دهه دوم و اوایل دهه سوم رمضان قرار داریم. الله متعال به همه روزداران توفیق نهایت ببخشد که دهه اخیر رمضان هم با صیام و با تلاوت قرآن عظیمشان با عبادت سپری بکنن، چون دهه اخیر رمضان دهه نجات از آتش دوزخ است که انسان مسلمان و روزدار با تلاش در دهه اول و دوم بتوانند که برنگه پیروزی را در دهه اخیر از آن خود بسازد. در این شک نیست که یکی از شبهای خیر عزیز و گران قدر و خیلی مهم و خیلی تاثیرگذار برای مغفرت و گناهان انسان و نزدیک شدن انسان به دربار پروردگار شب قدر است. بله. ای که در این شب قدر انسان چه باید بکند، چگونه شب را سپری بکند، قسمی که دوست ما این سوال مطرح کردن. بله. واضح است که شبهای رمضان در مجموع و به ویژه شب قدر شبهای نیایش است. بله. شبهای دعاست، شبهای عبادت است، شبهای تلاوت است، شبهای اشک ریختاندن است. معنیش است که این شب انسان نه ای که تا اخیر سحرگاه یا تا طلوع صبح صادق انسان خود افسرده بسازد با استاد شدن و با بیشتر نفل خواندن، در کنار از اینکه شب قدر انسان مسلمان این شب نوافل میخواند بیشتر، تلاوت هم بکند. بله. دعا بکند و راز و نیاز بکند و خود را محاسبه بکند. بله. معنیش است که در شب قدر، در این شبهای اخیر رمضان، خود را محاسبه بکنه، این خود را نقد بکنه که در جریان یک سال که گذشت، بله، رمضان دیگری آمد، من چی کردم، چقدر به خود به خاطر خدا من تلاش کردم، چقدر من عبادت کردم، چقدر من از من گناه سر زده است، چقدر به خاطر جامعه خود خدمت کردم، چقدر به خاطر خانواده خود من خدمت کردم، چقدر به خاطر دین خود من خدمت کردم. بیاید همه اون چه کرده است همه را مستحضر بسازد در حضور خودش و خود عمل خود بازنگری بکنه. این شبها را با این موضوع سپری بکنه. حدیث ما داریم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها راویش است، خودش روایت میکنه، میگه من بر رسول الله علیه السلام گفت اگر شب قدر را دریافتیم چه باید بکنیم؟ پیغمبر علیه السلام دعا بکنین. از او جمله این دعایی که تعلیم داده است که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعا را برش تعلیم داده است. پس مهم است که انسان مسلمان ترجمه است که یا الله متعال تو عفو کننده هستی، تو بخشنده هستی، پس گناهی که از بس سر زده باشد شما او را عفو بکنین، بخشش بکنین. بله. این مغفرت طلب بکنه از دربار پروردگار. یعنی خوب است اگر کسی یاد بگیره لحظه یاد بگیره عربی. اگر یک موضوع دیگه هم وجود داره که اگر شخص خود عربیش یاد بگیره، دعای مسوره را یاد بگیره، امو تعبیری که آمد است از رسول الله علیه و سلم، امو تعبیر را در زبان خود بیاورد. بله. خیلی خوب است.
اما عوام الناس که براشون مشکل است که دعای منصور رو یاد بکنن، مهم است که به زبان خودشون دعا بکنن. شرط نیست حتما به زبان عربی دعا بکنه یا دعای منصور را. میتوند که یک شخص چون عاجز است از حفظ کردن دعای منصوره، دعایی که از رسول الله علیه السلام نقل شده است، میتونه به تعبیر خودش به زبان خودش دعا بکنه. الله متعال میشنود، الله متعال میبیند، چون آیت قرآن عظیمشان است که شما دعا بکنه من میپذیرم. این دیگه شرط نیست حتما به چه زبانی باید باشد، به زبان خودش با مو تعبیرای عامیانه خودش ساده خودش دعا بکنه، الله متعال دعایش قبول میکنه. اما مهم است که اخلاص، صداقت، حضور قلب، تضرع، خشوع در دعاش وجود داشته باشه و مطمئن باشه که الله متعال دعای منو میشنود و ان شاء الله میپذیرد. بله، بسیار زیاد تشکر جناب حمید صاحب محترم. پس چه خوب است که ما در ارتباط با فضیلت و ارزش این شب چند صحبت های شما را داشته باشیم و ای که چه فضیلت و چه ارزش دارد. شب قدر که شب قدر هم برش میگن، یه از ارزش ویژه برخوردار است. بله. از قدر ویژه برخوردار است. نمی که این شب ما بیشتر نیایش بکنیم، دعا بکنیم، تلاوت بکنیم به خاطر ارزشمندی شب است. ارزشمندی شب هم تاثیرگذار است در پذیرش و دعای ما، در نزدیک شدن ما به دربار پروردگار. در قسمت ارزش از این ما هم آیاتی داریم، هم احادیثی داریم که از رسول الله علیه السلام برای ما آمد است. یکی از ارزشمندی شب است که شب نزول قرآن عظیم شان است. بله. آیت قرآن عظیم شان است که الله متعال فرموده است ان انزلناه فی لیلة القدر، که ما ای قرآن در شب القدر نازل کردیم. این نزول قرآن عظیم شان که به خاطر هدایت بشریت است، برای تنویر افکار است، برای نجات بشریت است، نمی شب آمده است که نزول قرآن عظیم شان سبب شد برای زدودن همه تاریکی ها، همه افکار جاهلیت. خود از این ارزش به این شب می بخشد که در قسمت نزول بحثای وجود دارد که کدام نزولش در این شب صورت گرفته است. یک دیدگاه است که از لوح محفوظ به آسمان دنیا نمیشه به قدر نزول یافته است. بله. بعد تدریجا در مدت 23 سال به رسول الله علیه السلام قرآن آمده است. اما تعبیر دیگر، تفسیر دیگر موجود دارد که علاوه از اینکه از لوح محفوظ به آسمان دنیا در این شب قرآن عظیم شان یک جایی آمده است، حتی نزولش تدریجا، آغازین نزولش به گونه تدریجی هم میگه در شب قدر صورت گرفته است. هم دیدگاه در این قسمت وجود دارد. یک موضوعش برای ارزشمندی شب قدر. بله، به ادامه بحث انشاءالله میریم به سوی یک وقفه جناب استاد. بعد از وقفه برمیگردیم و انشاءالله ادامه بحث را بعد از وقفه دنبال میکنیم. برگشتیم بیننده های نهایت گرامی، برنامه پیام رمضان است و ما امروز در ارتباط به ارزش و فضیلت ماه مبارک رمضان، ای که ای شب قدر را چگونه ما باید سپری بکنیم، چه اعمال، چه دعاها و چه کارهایی را باید انجام بدیم در این شب، روی از این صحبت میکردیم. جناب استاد ادامه بحثتان در ارتباط به ارزش شب قدر بود. شب قدر بود که ما آیات قرآن عظیم شان را خواندیم که شب شب نزول قرآن عظیم شان است که یه هم ارزش بخشیده است شب را. بله. اما مسئله دیگری که بسیار مهم است که به ادامه همی آیاتی که ما خواندم، الله متعال فرموده است که لیلة القدر خیر من الف شهر. الله متعال شب به اندازه ارزش بخشیده است که از هزار ماه بهتر است، که بیشتر از 80 سال میشه. به معنی از این که عملی که انسان انجام میده در این شب نسبت به اعمالی که در 80 سال و بیشتر از اون انجام داده است، فضیلت از این هم نوایی هم خانه با مو ثواب و درجهش دارد. پس معنیش از این شد که از 8000 سال، از 1000 ماه ارزشش بالاتر است. ثواب عملی که انسان انجام میده، تلاشی که میکند، دعاهایی که میکند، شب زنده داری که میکنه، وقتی به خاطر الله متعال عشقی که میرزاند، ثوابش همسان است با عباداتی که این انسان در 1000 ماه یا بیشتر از 80 سال انجام داده باشد. این فضیلت دیگه است که الله متعال به این شب بخشیده است. این به یک عنوان تحفه برای بندگانش است که یک چانس خیلی طلایی است. چانس بی بدیل است برای بندگان الله که از این چانس این از کنارش بی باکنه رد نشن، بهره بگیرن، استفاده بکنن که خیلی ثواب داره. و در قسمت فضیلتش ما حدیث دیگر، حدیثی داریم از پیغمبر علیه السلام: من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
یک کسی که شب زنده‌داری بکنه، شب قدر را، شب زنده‌داری با عبادتش، با تلاوتش، با دعایش، با اشک ریختنش، بیاد چی شب را شب زنده‌داری بکند، سحر بکند، باز به خاطر الله متعال، چون هدفش هم ایست که نه نمایش به دیگران باشه، ایمان و احتسار معنیش هم ایست که اخلاص داشته باشه و توقع داشته باشه که الله متعال به اثر عبادات ما برای ما اجر و پاداش نصیب می‌فرماید. الله متعال توسط همین شب زنده داریش در شب قدر گناهانش را، گناهان گذشته‌اش را مغفرت میکنه و میبخشد. و یک حدیث دیگه جناب استاد، من او را یاد میکنم، پیغمبر علیه السلام یک حدیث طولانی است، من جز یک مربوط به شب قدر است نقل میکنم. پیغمبر خدا فرمود است که شخصی که از خوبی ها، از ثواب و درجه و ارزش شب قدر محروم گردد، از همه خوبی ها محروم شده است. این معنیش ایست که اگر انسان از کنار شب قدر بیباکانه رد میشه، بیتنا برخورد میکنه، از او فرصت های خیلی ارزشمند طلای بهره نمیگیرد و ثواب کسب نمی کند و ارزش را به دست نمی آورد، این به معنی ایست که از همه خوبی ها و از همه ارزش ها انسان محروم شده باشد. همچنان در قسمت ارزشمندی این شب چیز دیگری که دلالت میکند خود عملکرد رسول الله علیه السلام است. عملکردش و توجه خودش و اصحابش در استفاده از این شب بیانگر ارزشمندی شب است. مثلا پیغمبر علیه السلام وقتی دهه اخیر رمضان فرا میرسید، حدیث که بسیار جمله زیبایی دارد که کمر پیغمبر خدا بسته میکند، معنیش که اراده خدا بیشتر آهنین میساخت برای عبادت کردن، برای شب زنده‌داری همین شبهای اخیر رمضان که در او شب قدر است، و خانواده خودم بیدار میکنه. جمله هم است که و ای قوز اهله، خانواده خودم بیدار میکنه که از این شبها استفاده بکنن. و با تأسی از این عمل کرده رسول الله علیه السلام، اصحابش هم وقتی دهه اخیر رمضان میرسید دیگر اینا خواب را یک طرف میگذاشتن و بیشترین زحمات خود به خرج میدادن که شبهای اخیر رمضان شب زنده‌داری بکنن برای دریافت ثواب و ارزش شب قدر. بسیار زیاد تشکر حمید صاحب. شب قدر اگر ما بخوایم که کنجکاوی بکنیم در کدام شب است، این هم امکان داره؟ یکی. دومی دیگه، چرا همین شب قدر ما شب قدر یاد میکنیم؟ در موضوع جستجوش بدون شک انسانی که به دنبالش باشد در میابدش. همین که دهه اخیر انسان بیاد شب زنده‌داری بکند، اگر نیمه شب باشد، اگر یک ساعتش هم باشد، این شب هم میتونه که به دست بیاورد. این شب از آغاز خود غروب آفتاب آغازش است، این تا لحظه ای که صبح صادق طلوع میکند. اما این شب به خاطر شب قدر میگنش که چون از یک طرف قدر عظمتش بیشتر از نزد پروردگار، یک تعبیر شده است. دوم تعبیر ایست که در این شب همه مقدرات یک ساله انسان ها رقم زده می شود. تقدیر یا تدبیر یک ساله، امور یک ساله انسان ها در می شب رقم زده می شود یا تدبیر می شود، تقدیر می شود مطابق علمی که الله متعال با کارها و عمل کرده بندگانش دارد. مطابق از او یک ساله کارش رقم زده می شود، مثل یک پلان عملیاتی که انسان برای یک سال خود تنظیم می کند، برویت استراتژیک پلانی که یک اداره می داشته باشه، دقیقا همین یک موضوع است. همین شب است. بسیار زیاد تشکر جناب حمید صاحب محترم، ممنون از صحبتهایتان. دوستان عزیز، یقینا از این شبها و از این فرصتهایی را که در ماه مبارک رمضان بخصوص در شب قدر هست، خداوند همه ما و شما را توفیق نصیب بکنه که بتانیم از این فرصتها استفاده بکنیم. حتما از این شب و از این شبهای رمضان در مجموع به احتیاط و بدون کدام استفاده نگذاریم. میریم به سوی یک وقفه، دوباره برمیگردیم و انشالله ادامه بحث را و پایانی بحث ما را دنبال کنید. باز هم خوش آمدید بیننده های نهایت عزیز. بخش پایانی برنامه هست و ما میخواییم که در ارتباط به موضوعاتی را صحبت کرده بودیم، یک چیز دیگه ای را میخواستم بپرسم جناب حمید صاحب. ای که شب قدر ما و شما میگویم که در ده شب اخیر یا که ده شب اخیر که است روزای طاقشه یا شبای طاق ده روز آخر ماه مبارک رمضان، چرا باید نامشخص باشد همین شب قدر؟ تا ای که مسلمانان اگر مشخص می بود یا
یک شب میشدن و تمام اجر نصیب میشدن. ای که نامشخص و نامعین است، در این چه حکمت است؟ در قسمت خود شب قدر که در یک شب خاص باشه نیست، مثل که شما اشاره کردین در دهه اخیر است، اما در شبهای تاق 21, 23, 25, 27, 29 بله. اما چیزی که علما روش بحث کردن هر سال متفاوت می باشد. بله. مثلا اگر در یک سال شب قدر 21 باشه، یک شب دیگه 25 میشه باشد. اما یک تصوری که ایده از مردم ما دارن که حتما 27 است. بله. اما خاطر است که دیگر شبها اونقدر زحمت نمیکنن، شب 27 تا آخر شب میشینن و شب جشن میگیرن. یک کسی از دوستا از بیرون از کشور تماس داشت که ما شب 27 ما جشن گرفتیم. چون جشن گرفتیم، میله گرفتیم، دوستا جمع شدن. در شب 27 انسان باز عبادت میکنه. اگر 27 هم باشه، نه ای که میله میله عبادت باشد، جشن عبادت باشد، نه جشنی که قصه و غیبت و تنوع خوراکی ها باشد یا فکویی گفتن باشه یا طنز گپانه، بلکه به عبادت باید تو شب سپری شود. در شبهای تاق است، اما تفاوت داره با هر سالش. بله. بیشتر آمد از که در شب 27 هم. بله. اما اصلا ایست که نامشخص است. اما علت نامشخص بودنش هم ایست که برای مسلمان فرصت میده که زحمت بکشه در دهه اخیر. بله. اگر برای یک شب مشخص بود، دیگر همیشه خواب میکرد. بله. حتی شاید که روزم نمیگرفت. یقیناً. شاید شبا تراویه هم نمیخوند. میگو برو در 27 یا 25 دیگه من بیدار خوابی میکنم، کل ارزش ها رو از آن خود میسازم. این سبب میشه برای تنبلی انسان. بله. و کسالت انسان با ای که انسان دیگر از خود زحمت به خرج نده برای اجر یا ثواب بیشتر به دست آوردن. این به خاطر همیست که هم در او شبها ارزش ثواب به دست بیاره، هم در شب قدر هم ارزش به دست بیاره تا ثوابش، تا میزان اجر پاداشش بیشتر شود. ولی چقدر خداوند مهربان است. ببینید شما در کل رمضان یا ای که کل سال برای ما نگفتی رقم، فقط ده شب، ده شب یا در ده شب هم فکر بکنیم پنج شب است دیگر. پنج شب است. اگر در کل رمضان می بود بس میشد که دی از مردم خسته می شدن یا سبب برای گرفتار شدن مردم به حرج می شد. اما یک چیز دیگه هم هست که در شبه تاق هست و علائم مخصوص ندارد که بعضی از مردم میگن درخت ها سجده میکنن و کوچنان میشه و حیوانات سجده میکنن. یا سوال بعدی ما همی بود. بله. میخواستم بپرسم که یعنی هیچ علامه ای وجود ندارد. تنها چیزی که در احادیث پیغمبر علیه السلام آمده است که یک شب بسیار آرام است، شبی است که هواش خیلی معتدل، نه بسیار سرد و نه بسیار گرم، معتدل. و از لحاظ روشنایی شبی است که روشنایی و سپیدی معتدل می باشد. بله. بسیار تاریک نمی باشد و آغاز همون شب طلوع آفتاب طلوع میکند، روشنایی آفتاب هم مثل روزای گذشته نمی باشد، کمی خیره تر می باشد. بله. این چیزی است که در احادیث پیغمبر علیه السلام ذکر شده است. بله. اما نشانه هایی که مردم فکر میکنن که درخت ما میره، چون از مردم شنیدم چون بین مردم هستیم. بله. در اون شب درخت ها سجده میکنن، میفتن، حیوانات هم سجده میکنن، در حالت سجده می باشن. بله. و آسمان هم رنگش گونه دیگری می باشد. این تو علامات دیگه باست ندارد. تنها موضوعی که در احادیث پیغمبر خدا هم ذکر شده است شب معتدل است، از لحاظ گرمی و سردی و سپید و روشنایی است و ظلمت وجود نمی داشته باشد و آفتاب امو روز امو شبش کمی خیره‌تر نسبت به آفتاب روزهای دیگر می درخشد یا درخششش کمی خیره‌تر می باشد. اما دیگه علامات ویژه ندارد که انسان بگه ولی من علامات اگر دریافتم برای این شب رمضانم شب قدر پیدا کردم. اگر علاماتی که خودش میاد از خود میاد مطرح می سازد اگر نبیند شاید مایوس شد که من شب قدر پیدا یا در نیافتم. اما این علامه که در حدیث ذکر شده به این قدر ذکر شده که من اشاره کردم. پس این افسانه ها و یا قصه هایی که مثلا از بسیار تاریخ های دور تا به حال آمده که درخت ها خواب می باشه و به سجده می رن، حیوانات به سجده می رن، سنگ و کل و زمین و آسمان، همه یا چقدر؟ اساس نداره. هیچ اساس نداره. اساس نداره، بنیاد نداره. چون در این قضایایی که به عقل ارتباط نداشته باشد چیزی که در او نقش داره بیشتر برای اثباتش او نص است. بله. یا قرآن عظیمشان آمده باشه موضوع مطرح ساخته باشه یا احادیث پیغمبر علیه السلام. ما چیزی که به خاطر اثبات یک قضیه داریم، ما حس داریم، عقل داریم، وحی داریم. در جایی که حس حواس ما کارایی نمی داشته باشد،
تاثیرگذار نمی باشد یا عقل اونجا مجال برای فعالیت نمی داشته باشد، اونجا پای وحی باید دخیل باشد. بنان وحی، چه وحی جلی قرآن عظمشان، چه وحی خفی احادیث پیغمبر خدا اصلا وجود ندارد برای اثبات این افسانه هایی که از گذشته برای ما نقل شده است یا در بین مردم بیشتر معمول است یا مشهور است. اگر در 30 ثانیه یک خلاصه بحثتان بگویید با توصیه شما. بله، من در 30 ثانیه بر همه هموطنان خود پیام میدم، تقاضا میکنم که ما در یک شرایط خیلی بحرانی قرار داریم، شرایط بسیار بدی قرار داریم. ما انواع بحران مختلف داریم، تجربه میکنیم، بحران سیاسی، اجتماعی و تعلیمی و تحصیلی، بحران اقتصادی. خوب است که هموطنان ما در این دهه اخیر شب رمضان شبها را با نیایش با دعا سپری بکنن و در دعایشان وضعیت کشور ما را، وضعیت ملت ما را فراموش نکنیم که ملت ما بسیار در یک تنگنا، در یک فضای بسیار ناگوار قرار دارن. در دعای خود این شبهای عزیز و ارزشمند ملت خدا شامل بسازیم، جامعه خدا شامل بسازیم، تا شود که به برکت دعاهای ما در این دهه اخیر شب رمضان راهی درب برای از بین رفتن این بحران برای همه ملت ما باز شود و این مشکلات ما نقطه پایان پیدا بکنه. سلامت باشین جناب استاد. بله دوستای عزیز، ماه مبارک رمضان یکی از اون فرصتایی است که الله متعال برای ما شما نصیب کرده و خداوند هم بعضی اوقات و روزهای مشخصی را که تعیین کرده، مانند رمضان، شب قدر و شبهای دیگری مانند عاشورا و بعضی تاریخهای دیگری هم که از روزه گرفتنش به یک سال یا دو سال و یا که تمام گناه های قبل انجام داده ای انسان می انجامه که خداوند او را مغفرت میکنه، این تمام از یا یک فرصت است برای ما اگر ما استفاده کرده بتانیم. خداوند همه ما و شما را توفیق عنایت فرماید. میریم تا فردا، شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. خدا حافظ و نگهدارتان.